که از حکم خدا شود به هر نکته ایام، میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل، از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم هج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس، آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها نهان. حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار، جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که هر کجا هستید در پناه حضرت حق باشید. تبریکات حقیر رو تقدیم میکنم به ساحت مقدس آقا و مولا حضرت بقیت الله و یکایک شما بینندگان عزیز و همیشه همراهمون. امیدوارم که از زندگی صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها الگو بگیریم و انشاءالله در زندگی بهترین ها رو برای خودمون برگزینیم و مایه رضایت و خوشنودی حضرات معصومین باشیم. هرچند در عرف و در عوام ولادت بیبی رو مصادف میکنن با روز مادر و روز زن، در عینی که ولادت خود بیبی خیلی اشرف و بالاتر از تمام این تعابیر هست، یادمون نره که اصل ولادت خود حضرت زهرا سلام الله علیها هست. اما به رسم ادب هم به ساعت مقدس مادران و همسران این روز رو هم تبریک عرض میکنم. خدمت شما هستیم با حضور جناب آقای رفعتی عزیزم. آقا سلام علیکم، اسعد الله ایامکم. سلام الله ایامکم، سلامت باشید. بنده هم به محضر شما، همه عزیزان بیننده و پیشاپیش محضر ولی نعمتمون، صاحب اختیارمون، ولیمون امام زمان علیه السلام تبریک عرض میکنم. امیدوارم خدا عیدی همه ما رو فرج حضرتشون قرار بده. مثل هر روز انشاءالله از شما عزیزان درخواست میکنیم همراه ما زمزمه کنید، هم زمین مقدس و هم شب جمعه و زمان مقدس. انشاءالله به زمزمه شما خدا به همه ما عنایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روال گذشته برنامه تو ذوالمسائل رو بینندگان میدونن در روز پنجشنبه رو میگذاشتیم بنابر پاسخگویی به جمعی سوالاتی که حالا به خاطر تایم جا میمونه. من میخوام از شما درخواست بکنم قبل از اینکه وارد سوالات مردم بشیم پیرامون خود بیبی چند دقیقه‌ای برام صحبت بفرمایید، چون من حیفم میاد از منظر شما توی مقوله های غیر از حال احکام شهری که این خاصه این برنامه است استفاده نکنم و انشاءالله به سوالات مردم هم خواهیم رسید. انشاءالله. من ممنون هستم از نظر لطف شما و یه مختصری عرض میکنم انشاءالله اگر بازم مجال شد، چون هم ما هم شما هم حتما عزیزان بیننده که هممون از توصیف و بیان فضائل این انوار مقدسه لذت میبریم، حیات ما به اینهاست. در ولادت این عزیز هستی ناموس دهر، بانوی جلیله صدیقه طاهره مبارکه، بتول، حورا، انسیه، فاطمه که بشر از شناختش عاجزه، اون بانویی که خدا بر ما منت گذاشت، بر هستی منت گذاشت، قدم نازنینش رو بر وجود و بر عالم ما گذاشت. کنتم انوارن به عرشهی محدقین حتی من علینا بکم و جعلکم فی بیوتن ادن الله ان ترفع.
در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدا یک تشریفاتی قائل شد که برای هیچ یک از اولیاش قائل نشده بود، برای اینکه به عالم نشون بده برای خدا ملاک انسانیت انسانها، شرف، مقام، ارزش. البته این حرفا مال ماست، اونها تافته های جدا بافتن، علی حال بالاترین حد معرفت را اونها در اختیار دارن، به اندازه بالا که هیچ بشری نمیتونه درکش کنه جز خودشون. در تولد اون بانو باید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روزه میگرفتن، به معراج میرفتن، به توسط میوه بهشتی نور فاطمه زهرا از اون عالم به این عالم منتقل بشه. بانویی که تمام هستیش رو فدای پیغمبر کرده، او مادر این و حامل این نور مقدس بشه. عجایب فراوانی که خدا برای تولد این بانو قرار داده نشون دهنده این است که این وجودی است خاص، متفاوت با همه وجودها. سیدت النساء است، بعد از پدر و شوهر هیچ موجودی در هستی به گرد پای او نمیرسه. در تولد همسر او امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدا تشریفات متفاوتی قائل شد. مادر داخل کعبه میشه، دیوار شکافته میشه، دیوار بسته میشه، سه شبانه روز در خانه خدا میمونن. خدا چجور به خلقش نشون بده که اینها با بقیه شما فرق میکنن؟ اگه یه دون از این اتفاقات در زمان ما میافتاد، فکر نمیکنم انسانی پیدا میشد که سر تعظیم مقابل این شخصیت های بزرگ با تمام شیطنت هایی که الان بشر داره فرود نیاره. حضرت زهرا سلام الله علیها اسوه هستی هستند، در عبادت، در شوهرداری، در فرزندداری، در اطاعت در پیروی والدین، در اطاعت والدین، در برخورد با افراد جامعه. بنابراین اگر یک کسی روز قیامت گفت خدایا من نمیدونستم چجوری باید زندگی بکنم، من به عنوان یک زن نمیدونستم، خدا یک نمونه معصوم در عالم داره، یک نمونه، عرض میکنم یک نمونه معصوم از زن در هستی داره. بله، حضرت مریم سلام الله علیها خدا او را از مصطفین قرار داد، اما هیچ بانویی قابل مقایسه با حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. کجا این تشریفات برای حضرت مریم در هستی قائل شده؟ حضرت مریم سلام الله علیها یکی از بانوهایی است که افتخار میکنه خادم حضرت خدیجه سلام الله علیها است در تولد حضرت زهرا سلام الله علیها. بنابراین و یکی از حواریین حضرت زهرا است در صحرای محشر. خدا چنین بانوی رو قرار داد تا بشر او رو بشناسه، تا بشر بیاد به اون نزدیک بشه و معارف زندگی رو از اون بانو کسب بکنه. متاسفانه ما کار نکردیم و الا به اندازه کافی ما داریم نمونه هایی که بخوایم ازش درس بگیریم. یعنی ممکنه کسی سوال بکنه آیا زن میتونه در کنار خونه‌داری تحصیل علم و دانش بکنه؟ جوابش در زندگی این دو معصوم هست. آیا مشکلی داره که مثلا خانمی در سن کوچک، در سن کودکی، حالا کودکی تعبیر نکنیم، در سن پایین یعنی بعد از سن بلوغ، مسائل تمام شدن مثلا. میتونه؟ بله، فاطمه زهرا از جهات مختلفی با دخترهای زمانشون فرق میکردن. نمیگیم الان دختر 9 ساله میتونه، اما دخترهای 9 ساله پیدا میشن که با فضیلتن، ملاک داشتن اون فهم و فضیلت و رشده. هر وقت به اون سن رسید بهتره در همون سن ازدواج بکنه. حالا نمیخوام بگم چه باید بکنیم، میخوام بگم تو همه سوالهای ما جواب هست. نسبت به این بیبی میتوانیم جواب بگیم و الگو. بله، چگونه عبادت بکنه، چگونه جمع بکنه بین عبادت و خانه‌داری؟ آیا میشه بدون با داشتن یکی دوتا بچه؟ حالا بیشتر چطور؟ همه رو ثابت کردن، جوان در سن کم، در شوهرداری بی نظیر، در تربیت فرزند بی نظیر. جدای از مسئله معصومیت، چون هر دو مقام رو معصومین به ما معرفی کردن، از یه طرف خلقکم الله انوارا، از یه طرف انما انا بشر مثلکم، مال هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. مردم راستی پیغمبر رو مثل خودشون میدیدن، راستی مردم حضرت زهرا سلام الله علیها رو یک انسانی مثل خودشون ولی دارای کمالات بالا برای تأسی کردن. خدای عادل برای بشر اسوه قرار داد،
بشر رو رها نکرد فقط خودش و عقلش، چون عقل به تنهایی خیلی چیزا رو نمیتونه درک کنه. بله میفهمه دروغ بده، میفهمه مردم آزاری بده، میفهمه از دیوار مردم بالا رفتن، زدن مردم بی حساب و کتاب بده، اما خیلی چیزا رو عقل درک نمیکنه، نمیتونه تمیز بده در این تعارضات و تزاحمات کدوم مقدمه. حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما اسوه شدن. دیروز یه بحثی رو اشاره کردیم در تعارض حکم و حق، یعنی اگر دستور خدا برای ما ثابت شد از یک طرف که خدایی که ما رو خلق کرده چنین خواسته ای از ما داره، فرض اینه ما کافر نیستیم، ما مسلمانیم، دستور رو فهمیدیم. از طرف دیگه عقل میگه که خب این حق توست، چرا آزادی تو باید با این دستور با این حکم محدود بشه؟ وقتی مراجعه میکنیم به زندگی بالاترین هستی میتونیم بفهمیم که تقدیم حکم خدا بر حق یعنی توجیه عقل، یعنی بیدار کردن عقل. عقل اگه راستی متوجه بشه این حق به صلاح تو نیست، گاهی اوقات گذشتن از یک حق حق انسانه، یعنی در حقیقت تزاحم دو تا حقه، یکیشو عقل متوجه نشده، دومیشو متوجه شده، لذا هی دم از اون میزنه. اگه اولی رو بفهمه که معمولا اولی ارزش هاست، اولی حقیقت انسانه، کمال، سعادت، بلند مرتبه‌ای، خلیفت الله شدن، این رو راستی اگه عقل متوجه بشه خیلی از حقوق رو کنار میزنه و این رو برش مقدم میکنه. تشخیص اینها در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار زیاده، عمر کوتاه، سانسور شدید حیات معصومین علیهم السلام، ولیکن به اندازه کافی برای اتمام حجت، برای درس گرفتن هست. انشاءالله امیدواریم خدا به حق این بانوی هستی به ما توفیق پیروی از مکتبشون رو عنایت بکنه. بازم اگه مجال شد قابل باشه خدا خیرتون بده. من خواستم یه سوال دیگه بپرسم ولی خب حالا با فرمایش شما میگم. نه در خدمتتون باشم. می‌خواستم ببینم که شما چقدر با این گفته من موافقید که ما بی بی رو نباید فقط به عنوان الگوی خانم ها قرار بدیم. بله. چون می‌بینیم خیلی جاها رسانه، منبر، این طرف اون طرف، گاهی اوقات البته، که آقا الگویی است برای زنها. من شخصا مخالف این کلام هستم. خواستم نظر شما رو. من بالاتر از این عرض میکنم، من و شما بالاتر هستیم یا امام هادی و امام عسکری؟ صد البته همه اطهار. بله اصلا قابل. اونها مرد هستن یا زن هستن؟ جز رجاله. اصل حقیقت مرد اونها هستن. وقتی امام میفرماد مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیه حجت خداست بر ما، یعنی چی؟ یه فرمایش از حجت اسوه ایست برای من در دختر پیغمبر. بنابراین تأثیر به حضرت زهرا سلام الله علیها در عبادت، در خداشناسی، در پیروی از دستورات دین، در دفاع از امام، در امام شناسی، در تمام مفاهیم زیبا فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه هستند. بله یه اموری خاص به خانم ها هست، داخل اجتماع نشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد بله اگر حقی پایمال شده، تنها راه دفاع از این حق این است که شما بیای تو اجتماع، بیا با تمام قوات بیا و از حق دفاع کن. اما برای پیاز و سیب زمینی نون خریدن نه، اگر فقیری هم در خونت اومد مستوره باش، پشت در باش. نمیگیم فقیر رو رد کن، نمیگیم جوابش نده، کمکش بکن، اما حتی اگه نابینا هست پشت درده باش. کمال زن این است که مردی نبیند او را و او مردی را نبیند. وقتی در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها ملاحظه میکنیم، میبینیم نسبت به یک صفات یک زن کامل تمام اون چه که نیاز هست برای ما بیان کردن. همون تعارض حقوق با احکام. بابا آزادی های زن کجا میره؟ حضرت زهرا سلام الله علیها نمیدونستن؟ قطعا آزادی های زن در سایه شرافت زنه، در سایه حیای زنه، در سایه عفت زنه. هر چیزی که از این آزادی ها، این کمالات رو، این ارزش ها رو از بین ببره، اونها رو باید کنار زد. درست حقه، درست آزادیه. مثل اینکه خود شما گاهی اوقات میبینید که هوا خیلی گرمه، بیرون رفتن حق شما هست یا نه؟ اما تو هوای گرم، آفتاب داغ بیرون میرید؟ نه خیر، برای کار بی ارزش چرا بیرون نمیرید؟ برای خاطر اینکه حفظ سلامتتون مهمتر از گردش و تفریحه. خب اونا بهتر میدونن که حفظ عفت و حیا و پاکی های درون به عنوان یک مادر بودن، به عنوان یک همسر بودن، خیلی مهمتر از بعضی از آزادی هاست. فقط فهمش رو باید به عقل منتقل کرد. خیلی متشکرم. هرچند هزاران هزار روز و ساعت که ما در رابطه با بی بی صحبت بکنیم، هنوزم در خمه یک کوچه این، بلکه در خمش هم شاید نرسیده باشیم. خیلی متشکرم، ممنونم از شما. از شما بینندگان هم تشکر میکنم. یک بار دیگه این ولادت رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشاءالله هر روزه برای ما این ولادت باشه، یعنی توی ذهنمون مرور بکنیم
بی بی رو داریم که بی مثل و مانند است و الگو پذیریمون همیشه این گونه باشد. از اون طرف هم انشاءالله هم مرد هم زن اقتدا میکنن به بی بی دو عالم و تأثیر میکنن و زندگی قطعا خوبی رو خواهند داشت. یه فاصله بگیریم برگردیم. سلام دوباره بکنم خدمت شما، برنامه توضیح المسائل روز پنجشنبه و کربلای معلا هستیم. مطمئن باشین در این روز و در این شب خاصه که شب زیارتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام هست، به نیابت از تک تک شما سلام به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام خواهیم داد و از لسان شما هم حقیر و دیگر دوستان بنده در این مجموعه مطمئنن سلام میدن و تبریکات شما رو هم از این طریق اعلام خواهند کرد. من تا یادم نرفته های موسوی هم خیلی از دان التماس دعا داشتن، اون هم گرفتاری زندگی دارن، مشکلات بدنی روحی دارن، هم شما هم ما انشاءالله وظیفه داریم، ما برای شما، شما برای اونها، همه برای هم دعا کنیم برای قضا حوائج که امشب حتما خدا عیدی میده. شک نکنید. الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون و قصدک القاصدون، تا اونجایی که لک فی هذا اللیل نفحات و جوائز و هدایا و مواهب. خدا عیدیای خاصی امشب، هر شب داره، شب جمعه، اونم شب ولادت بی بی دعاله پیغمبر. امشب او قطب هستی است، پیغمبر خوشحالن، امیرالمومنین خوشحالن، امام زمان خوشحالن. نمیگیم خوشحالی حقیقی، خوشحالی نسبی، تا انتقام گرفته نشه شادی کامل نمیشه، اما علی حال خوب عیدی میدن برای هم دیگه. انشالله دعا کن. انشالله خدا خیرتون بده. ممنونم. خب سوالات بینندگانم رو بپرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خرید و فروش با چک اشکال داره؟ دو تا سوال میشه اینجا طرح کرد. خرید و فروش با چک، خرید و فروش اصل چک. خرید و فروش با چکش اشکالی نداره، به شرطی که خود چک بوده باشه. یعنی چی؟ یعنی یه وقتیه که من یه چیز رو نسیه دارم میخرم، این چک فقط اعتبار ضمانته. خب این معامله نسیه است. بنابراین من یه چیزی رو از شما میخرم، میگم آقا 6 ماه دیگه من پولشو بهتون میدم، میگه جهت اعتبار، جهتی که خیالم راحت باشه این چکو به من بدید، فقط اعتباره. این درصدی که روش میکشن چی؟ اشکالی نداره. اما یه وقتیه که نه، چون زمان قیمت فرق میکنه. اما یه وقتی هست نه، چک واقعا پوله، اون شخصم که چکو میگیره میگه من با این چک شما کار میکنم، اعتباره و حقیقتا در بازار روش معامله میشه، اون هم باز اشکالی نداره و هر کدوم در جای خودش یک حساب خاصی داره. ایشون میگه آقا من چکو بهت میدم به شرط که باش کار نکنی، دستت باشه، فقط به عنوان ضمانت اجرایی که خلاص اگه وقت پولو ندادم منو تو فشار قرار بدی از این جهت که یادم بیاری. یعنی همون نوشتن است در حقیقت. بله. به صورت چک در اومده. اما یه وقتی چک میده میگه برو درش با این چک کار کن، در هر دو صورتش اشکال نداره ولی باید به شرط عمل بشه. صورت دوم خود معامله چک هست. یعنی چی؟ یعنی چکی که مال 6 ماه دیگه است معلوم به شما میفروشم نقد با یه قیمتی کمتر به امروز میفرمان ده. اگر واقعا چک بوده باشه، یعنی پول پشتش باشه، اشکالی نداره. یعنی مجازی نباشه به اصطلاح. ببینید وقتی من هیچی پول ندارم، فقط چون الان نیاز به پول دارم میگم یه چکی الکی میدم فقط برای اینکه پول گیرم بیاد، چک مثلا 10 میلیونی میدم، 9 میلیون از شما میگیرم 3 ماهه، این ربایی میشه؟ این میشه ربا. بله. اما اگر نه، یعنی در حقیقت من 10 میلیون دادم، 9 میلیون گرفتم. فقط الان 9 میلیون گرفتم، 10 میلیون رو دو ماه سه ماه دیگه بعد. زمان فرقی نمیکنه، در ربا میشه. چون شیئی هم این در این وسط جابجا نشود. بله. اما وقتی چک حقیقی باشه، یعنی چی؟ یعنی این کاغذ الان در بازار 9 میلیون ارزش میارزه. من 9 میلیون به شما میفروشمش. شما از من میخرید. به تاریخش که رسید 10 میلیونش نقد میشه. مثل اینکه الان شما در مثلا مثل کشور چین که جنس ارزون هستی، جنسی رو 10 میلیون میخرید، میارید اینجا اون جنس رو 12 میلیون میفروشید. تجارت همینه. چرا؟ چون اون موقع که شما اینو خریدید اونجا 10 میلیون قیمت داشت، اینجا 12 میلیون قیمت داره. چک الان 3 ماه قبل از وصولش 9 میلیون قیمت داره، موقع وصولش در عرف بازار 10 میلیون. پس اگه الان میخواد چک رو معامله کنید، ولی عرض میکنم چکی که حقیقی باشه، یعنی تو بازار میدونن در عرفش که این چک علکی کشیده شده نیست. میگن آقا چک فلانیه، پول چک ضمانتی هم حساب نمیشه. بله. که آقا ضمانت میکنم برای 10 مثلا به شما پولی بدم. بله. خیلی ممنون، متشکرم.
سوال کردم پولی که ماهیانه برای قرض الحسنه پرداخت میکنیم به این تفصیل که بدهکار هستیم به عنوان جمع کردن پول جهت ادای بدهی باز این پول رو داریم پرداخت میکنیم. این قرض الحسنه هم خانگی هست تا یه روز در یه قرعه‌ای قول معروف اسممون در بیاد در یه روز خاص. اگر یک سال ازش بگذره خمس باید پرداخت بشه؟ سوالشون ظاهرا سوال پیچیده ای. تمام نه مسئله آسونه چون خود سوال پرسیدن یه کار سختیه. ما به شما حق میدیم هر جوری که راحتید سوالتون رو بپرسید ما انشاءالله درستش میکنیم. ببینید من وقتی این پول رو تو قرض الحسنه خانگی میگذارم بدهکار نیستم. اینطور نیست چون قول دادم ماهی 50 تومن بدم پس من باید هر ماه اینو بدم، مدیونم. نه مدیون نیستم، من دارم قرض میدم. یه روز ما شرح دادیم این رو در قرض الحسنه های خانگی به این صورت هست که هر شخصی مبلغی رو که هر ماه میده تا اسمش در بیاد به صورت قرض میده. من میدم قرض به دست شما، شما وکیل هر کی اسمش در اومد به او پرداخت کنیم. اون شخصی هم که اسمش در میاد هر ماه او 50 تومانی که داره میده پرداخت بدهیشه و این بین افرادی که هستن تقسیم میشه. 2 تومن 3 تومن 5 تومن کمتر بیشتر 20 تومن سهمیه هر کدوم اضافه میشه. پس ما هر ماه داریم این مبلغ رو میگذاریم. اون شخص اگر حسابگر واردی باشه میدونه الان شما چقدر اینجا سپرده دارید. مثلا اگه 5 ماهه 250 تومن نیست، اون اقساط رو هم باید روش اضافه کنه. فرض بکنید چیز هولوش 300 تومن شما الان اینجا سپرده گذاشتید پیش ما که تا حالا 5 نفر باهاش وام گرفتن. اگر اسم شما این ماه هم در نیومد، سر سال شما رسید، شما اگه بخواید به هم بزنید این جریان رو میتونید یا نمیتونید؟ میتونید از این قرض حسنه بیایید بیرون یا نمیتونید بیاید بیرون؟ طبق قراری است که بسته میشه. اگه میتونید بیایید بیرون بنابراین میتونید پولتون رو بگیرید، یا یه نفر میتونید جا خودتون بگذارید شما پولتون رو تحویل بگیرید از این شخص، بنابراین پول شما میشه نقد بشه. اگه قابل نقد شدن هست الان جزء معونه امسالتون اضافه اومده و خمس درش هست. هست. اما اگه نمیتونید بگیرید الان خمس نداره، هر وقتی که گرفتیدش اون وقت خمسش پرداخت میشه. تا تو فضای پول و بانک هستیم بازم سوال شده به کرار در مورد سود سرمایه گذاری در بانک هم توضیح بدیم. ببینید اولا اگر مضاربه شرعی بوده باشه هیچ اشکالی نداره، مشخص میشه درصدش، مبلغ مشخص نمیشه، درصد مشخص میشه. یک ماه ممکنه مثلا 1 میلیون سود بشه، یک ماه ممکنه 500، یک ماه ممکنه 5 میلیون در مضاربه، هیچ وقت مشخص نیست. پس اینم که میگن به عنوان علل حساب، اگه کار ثابتیه مشخص درآمدش علل حساب هم مشکلی نداره، ولی به شرطی که اون شخص حسابدار دقیق حساب بکنه و کمبودش رو و اضافهش رو بعد مشخص بکنه، یعنی پیداست رو حساب داره انجام میشه. اگه برای شما یقین شد، بنابراین اسم کافی نیست که گفتن مثلا اسلام دوست. بله من بررسی بکنم که این واقعا با این پول کار میشه. اگر مؤسسه دولتی هست در کشورهای اسلامی اشکالی نداره، مگر ثابت بشه که مضاربه نیست. شخصی هم باشه همینطور. فرق کجاست؟ فرق اونجاییست که من مستر شدم. اگه مستر شدم میگن اشکالی نداره، شما این سپرده رو بگذارید، وام رو بگیرید، وامی که بهره داره بهره رو پرداخت بکنید. اما مطلبی که درش هست اینه، اون بهره ای رو که میخواید پرداخت بکنید، اون سودی که میخواید بدید، قسط هر ماهش 50 تومنه، شما 10 تومن هر ماه دارید رو قسط اضافه میدید. این اضافه که جمع میشه رو هم میشه سودی که اصل پول شما نیست، به عنوان هدیه پرداخت کنید، خصوصا اگه بانک شخصی هست. در پولی که یا جایزه ای هم که از بانک های دولتی گرفته میشه، چون پولهاش معلوم نیست چجوری که مالکش مشخص نیست، میفرمان خمسش رو پرداخت کنه، بقیهش اشکالی نداره. برابر این کسی ضرورتی در تجارت، ضرورتی در گرفتنی وام ها نداره، اقدام نکنه. خیلی ممنون و متشکرم. اگر کسی در یک کشور خارجی زندگی میکنه، مثلا مصداق سوال خودشون آمریکا، اوقات شهریش و ادای فرایز دینیش مثل نماز چگونه است؟ طبق افق همونجاست، فقط مسئله روزه است که حضرت آقا میفرمان در جاهایی که افقاش بسیار طولانی و خارج از حد متعارف هست رجوع کنن به کشوری که افق متعارف داره، و الا بقیه عبادت ها نه، زوال نماز ظهر و عصر، طلوع فجر، فجر صادق نماز صبح هست، و مغرب هم نماز مغرب هایش. بسیار ممنون شکر. سوال کردن این مقدار پوستی که از لب کنده میشه و با درد و سوزش هست، این نجسه؟ یه وقت عرض شد خدمت عزیزان، بله، اینی که هر قسمتی از بدن سوزش یعنی علامت زنده بودنه،
وقتی با سوزش کنده میشه این قطعه ایست زنده که از بدن کنده شده، اون محلی که باقی مونده اگر خونی نیست پاکه، مشکلی نداره. اما تکه‌ای که کنده میشه با سوزش، بله این نجس است، مردار هست. یعنی باید خاکش هم بکنن؟ نه اگه استخوانی چیزی نداشته باشه نداره. نه. سلام کردن و سوال پرسیدن که در خرید و فروش نسیه‌ای شرط زمانی و درصد تعیین کردن و بالا بردن قیمت اشکال داره؟ نه اشکال نداره، همین است که الان عرض کردیم. به شما میگه آقا نقد قیمتش انقدره، یک ماه میشه انقدر، دو ماه میشه انقدر. اینطور نیست که این ربا بوده باشه، چون یک معامله صورت میگیره. فرض بکنید من 3 ماهه میخوام بخرم، میگه آقا این ماشینی که قیمتش 50 میلیونه 3 ماهه میشه 65 میلیون. اگه من 3 ماهه خریدم یک ماشین رو 3 ماهه 65 میلیون خریدم، نه اینکه 50 میلیون خریدم 15 میلیون دارم سود میدم، اینطور نیست، یک معامله است. بنابراین اگه گفتن برای ماشینی که 3 ماه دیگه پولش آماده میشه، بله، این مبلغ تومن تعیین شده. بله بله. ببینید یعنی نقدش به شما میگه 50 میلیون، 3 ماهه به شما میگه 65 میلیون. اما اگر نه، مثلا به شما میگه آقا من کاری به این کارا ندارم، من 5 میلیون از شما نقد میگیرم، شما اگه میخوای 3 ماهش بکنی برو از مؤسسه فلان، همین شرکت هایی که بعضن هست به عهده میگیرن و ضمانتشو کاراشو، بله، به شما 50 میلیون نقد میدن، به شما نمیدن، میدن به اون شرکت، اون ماشینو به شما میده، برای شما 65 میلیون برمیگردونن. بنابراین شما با اون شرکتی که ماشینو ازش خریدید 50 میلیون نقد دادید، از این 50 میلیون وام گرفتید 65 میلیون دارید برمیگردونید. این اشکال داره. برای من خوب باید دقت بشه. اگه از این قبیله باید ضرورت باشه، ضرورت نیست، این وام رو و این ماشین رو تهیه نکنید. اما اگر نه یکی بشه، یعنی چی؟ یعنی خود شرکت ماشین رو میخره، شما اصلا با شرکت دیگه کاری ندارید، خود طرف حساب اون کسی است که داره پول. بله بله. ببینید میگه که اگه نقد میخوای بیا از خود من بخر، اگه میخوای قسطی بخری برو از فلان شرکت. میرم سراغ شرکت، شرکت مؤسسه همون ماشین رو از کارخونه میخره، 50 میلیون میاد به شما میفروشه 65 میلیون، 3 ماه. اینم باز اشکالی نداره. بنابراین صورت معامله ولی اینی که ما بریم پول رو از یه جای تهیه بکنیم بدیم و بعد بالا بودش رو یا ما نکنیم گونه پرداخت بکنیم، حقیقتش رو باید ببینیم چه جوری صورت گرفته. بسیار عالی. سلام، آیا میشود با وضوئی که به نیت نمازهای مستحبی نمازهای یومیه رو خوند؟ اشکالی نداره. بله، وضو خودش فی نفسه مستحبه، یعنی جزء مقدمات واجبی است که استحباب نفسی هم داره به اصطلاح طلبگیش. یعنی ببینید بعضی از مقدمات واجبات خودش مطلوبیتی نداره، مثل ثبت نام توی برای حج، ثبت نام تو کاروان، تهیه کردن لباس احرام، بقیه کاری که انسان برای حج انجام میده، خب اینا باید انجام بشه، درسته، ولی خودش استحبابی فی حد نفسه نداره. اما وضو گرفتن، مثل پیدا کردن قبله، مثل شستن بدن، اینا چیزیه که مقدمه نمازه. اما فرقش با بقیه مقدمات اینه که خودش هم مطلوبیت ذاتی داره، یعنی فی نفسه عمل مطلوبیه، یعنی چیزیه که درش ثواب هست، حتی اگر نمازی هم نبود خود وضو گرفتن ثواب داره. بله، بنابراین اگر شما نه برای نماز نه برای هیچ عمل مستحب دیگه خود وضو رو میخواید انجام بدید، اشکالی نداره، خدای وضو رو میگیرم چون وضو عمل مطلوبی است برای تو، همونی که بهش میگن قربتن الله، اشکالی نداره، با این وضو هر کاری میشه انجام داد مثل نماز واجب. حالا اگر انسان وضو رو برای قرآن خوندن گرفت، وضو رو برای داخل مسجد شدن، برای زیارت، اشکالی نداره، با اون وضو میشه نماز خوند. حالا چون کار مستحب هنوز انجام دادید یا انجام ندادید؟ بله. بسیار ممنون، چکر. سلام. بیننده محترم سوال کردن که 38 سال دارم، مسلمونم، شیعه 12 امامی هم، اهل نماز و قرآن، ولی تا به حال از هیچ مرجع تقلیدی تقلید نکردم. البته هر موقعی که سوال برایم پیش می آمد از یک روحانی می پرسیدم. آیا من به دین مسلمانی هستم یا فقط ادای مسلمانی رو در آوردم؟ من به رسم امانت تمام مطلب سوالشون رو خوندم. خدا خیرشون بده. عرض به این بزرگوار که نه، شما مسلمانی چک نکنید، فقط فروع مسائل شرعی یه مقداری رعایت بیشتر میخواد. مثل اینکه کسی خونه ساخته و خونش هم خیلی خونه قوی و محکمی هست، اما اینجا کربلا ما زیاد دیدیم، واقعا نگاه میکنه انسان این زاویه دیوار هست، هیچ شباهتی به خط صاف نداره، ای کاش فقط کج بود، یعنی تمام اشکال هندسی تو این به کار رفته. خب اون موقع طرف درآمد این که یک معمار برداره بیاری خونه معماری بسازه نداشته، یه تنه خرما رو تیکه تیکه میکرد مینداخت روی دیوار، دیوارا رو هم هرجو شده میبرد بالا و یه خونه درست میکرد، زندگی میکرد، و الان 100 سال هم از خونه پاورجاست آخ نگفته. بله این خونه است،
اما خونه‌ای که بالاخره بشه از همه جور ازش استفاده کرد، فضای آنچنانه بخواد داشته باشه، طبیعتاً خونه زیبا و جذابی نیست. در مسائل شرعی از مهندسی ساختمون خیلی پیچیده تره. لذا اگر انسان خونه رو خراب درست کرد، پایه‌هاشو درست نریخت، خدای نکرده با یه زلزله سخت میرزه پایین، خودش یا عزیزش از دست میره. اما اگه پایه‌های مسائل شرعیش رو بر اساس تقلید محکم نکرد، بعد 30-40 سال میفهمه ای بابا اینجای کارش اشکال داشت، نماز 30 سالش مشکل داشته. مگه میشه؟ مگه نمازها با هم دیگه فرق میکنه؟ ببینید الان در وضو بعضی از آقایون میفرمان که میشه صورت را و دست راست و دست چپ را دوبار شست، دست چپ را حتما دوبار بیشتر نشه، اما بقیه رو 3 بار. این عادت داشت 3 بار آب میریخ کامل میشست، حتی دست چپش رو. الان فهمید که 3 بار دست چپ نمیشده. اولی واجب، دومی مستحب، سومی باطل، حرام و باطل کننده. این شخص نمیدونست که اگر بدن زخم بوده باشه و مقدار زخم خونش بیشتر از، یعنی بعد اون اضافهش رو آب بکشه، یا لباس اگر نجس بوده باشه، فکر نمیکرد مثلا ادرار یا منی جزءه یا غسل به این صورت هست که باید مثلا عورتین و ناف رو در هر دو قسمت بشوره. الان بعد از این همه سال متوجه شد. علی حال نپرسیدنش گاهی اوقات کلفتی رو، اینا رو مثال زدم چون اینا شرایط واقعیه، شرایط علمی نیست. خب من اینطوری فکر میکردم، تو بعضی از تکالیف اشکال نداره، قبول میکنن. مثل این کسی نمیدونسته که باید نماز صبح رو بلند بخونه، یا میدونسته باید بلند بخونه، نمیدونسته این نحوه خوندن بلند خوندن نیست، اینطور میخونه الحمدلله رب العالمین، صداش بلنده ولی خودش مراعات دیگران. بله، این صدا رو در عرف جهر، جهر نمیگن، تنفس بلند هست، جهر حساب نمیشه. خب اگر انسان یه عمر اینطوری تکلیف انجام داد، براش مشکل خواهد شد. قطعا مسلمان هستید، انشاءالله در راه هستید، شاید بعضی از شما بزرگواران پیش خدا از مثل بنده خیلی عزیزتر بوده باشید. اما تعیین مرجع تقلید امتیازش اینه، درسته تو هر مسئله شرعی رفتید از شخصی سوال کردید و ایشون هم جواب به شما داد، اما اینی که یک نفر قولش بر شما حجته، نه تو مسائلی که با هم اختلاف ندارن، تو مسائلی که علما با هم دیگه اختلاف دارن. فایدهش تو حج پیدا میشه، فایدهش تو خمس پیدا میشه، فایدهش توی روزه ماه رمضان و زکات فطره و بقیه جهاد معلوم میشه. اگر تو اونها طبق اونی که وظیفه شما بود تقلیدش، یعنی مرجع اعلم، درست انجام دادید، خوش و سعادتون، به قول بچه های کوچه بازار شانستون خوب بوده. اما اگر نه، باید اعمال گذشته اوناش که قابل تدارک تدارک بشه، اوناش هم که از دست رفته انسان بشینه تأسف بخوره، استغفار کنه، از خدا طلب رحمت و مغفرت بکنه. بنابراین حتما الان در اولین فرصتی بررسی بکنید، یکی از آقایان مراجع احیا را و زنده را به عنوان تقلید اختیار بکنید. سوال کردن اگر خانم مسلمانی مرتد شود، آیا او بر شوهر خودش حرام میشه؟ بله. پدر مادر ضامن خسارتی است که کودک به دیگران وارد میکنه. بله بله، در بحث ضمانت مطرح شد که اگر کودک، یعنی بچه خیلی کوچیک، حالا حتی تا قبل از تمیز، حتی بعد تمیز هم گفته شده، چون خسارتی که بچه وارد میکنه چون مالک اموالش نیست، از طریق پدر و مادر پرداخت میشه. فرودگاه یا ایستگاه قطار که بیرون از شهر هستن، اگر کسی که قصد سفر داره و ظهر رو مجبوراً در اون مکان باشه، نمازش کامله یا شکسته؟ اون ایستگاهی که خارج از شهره، باید ببینیم چقدر فاصله از شهر داره. اگر فاصلهش به اندازه‌ای هست که دیوارهای شهر دیده نمیشه، صدای اذان شنیده نمیشه، یعنی بیش از 7-8-10 کیلومتره، بله اونجا نمازتون شکسته است، به شرطی که شما میخواید سفر برید، نه اینکه ادهی رسوندید تا ایستگاهو میخواید برگردید. اگر سفری میخواید برید که رفت و برگشتتون بیش از 4 فرسخ، یعنی 45 کیلومتر 46 کیلومتر هست رفت و برگشتتون، بله نمازتون اونجا شکسته است. اما اگر دیوارهای شهر دیده میشه، صدای اذان شنیده میشه، یا سفر شما رفت و برگشتش رو هم کمتر از 45 6 کیلومتر هست، نمازتون کامله. خیلی متشکرم. سوال بیننده عزیزم رو بپرسم، گفتن که آیا اگر عقدی دائم باشد ولی در دادگاه ثابت نشود و قاضی حکم بر عقد موقت بدهد، چون خود عاقد و مرد عقد دائم را انکار کردند و قاضی هم نتیجتا حکم بر موقت بودن او بدهد، آیا حکم قاضی کافی است که آن زن میتواند ازدواج مجدد داشته باشد، یا باید از مرجعش تعیین تکلیف کنند؟ ببینید اگر خود زن مطمئنه که عقد دائم بوده
در عقد دائم فقط با طلاق فسخ میشه، یعنی با اینکه شوهر بگه بقیه زمان رو بخشیدم یا خود زمان بگن سه ماه بوده سه ماه تمام شده، فسخ نمیشه، تمام نمیشه. اگر زن مطمئنه که قاضی و شوهرش دارن اشتباه میکنن یا تبانی کردن که علی حال مهری که در عقد دائم هست پرداخت نکنن به هر جهتی و نتونست این رو اثبات بکنه، اما خودش علم داره، یقین داره که دائم بوده، حتما باید به حاکم شهر مراجعه کنه و مشکل رو با ایشون حل کنه. یعنی او اگر ثابت شد براش طلاق رو اجرا میکنه، اگر تونستن مرد رو احضار میکنن برای طلاق، اگر هم نشود خودشون طلاق رو اجرا میکنن. اما اگر نه، زن شک داره یا اشتباه داره میکنه، ثابت شد که داره اشتباه میکنه، نه نیاز نیست به همون حکم و گذشت زمان طلاق موقت یا بخشیدن مرد بقیه زمان رو تمام میشه و نیاز به طلاق نیست. سوال کردن و خواستن که در مورد رضایت همسر از همسرش، متقابلا مرد از زن و زن از مرد، قدری رو در حد توان توضیح بفرمایید. خودش چندین برنامه بله بله حرف خیلی زیاده، اما ظاهرا یکی از ایستگاه‌های خیلی سخت روز قیامت ایستگاهی که انسان باید از حق زن و شوهر عبور کنه، یعنی ثابت بشه که زن از شوهر و شوهر از زن راضی بوده، به این معنا که حقوق همدیگر رو ضایع نکرده باشن. مرد ثابت کنه نفقه داده و سعی نکرده که خدای نکرده ضرری به زن برسونه، اموالی ازش تلف بکنه یا بعضی از حقوقی که مربوط به زن و خاص او هست از بین ببره. از اون طرف هم زن باید ثابت بکنه حق شوهر رو ضایع نکرده، امانتدار خوبی بوده. ظاهره که از ایستگاه‌های سخته و اگر ما بتونیم این دنیا از همدیگر رضایت جلب بکنیم خیلی خوبه. در تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها هست، معذرت می‌خوام این سوالی که معصومه به معصوم، یعنی دو بهترین الگوهای هستی، بهترین های کون، عرضه می‌دارد از زهرا به امیرالمومنین که من نسبت به شما، نسبت به حقوق شما اگر کاستی داشتم از من بگذرید. او دارن یاد به ما میدن که اگر مثل فاطمه زهرا هم هستی از طرف مقابلت حلالیت تو نفس‌های آخر، نه نگذاریم روزهای آخر، همین دائما از زهرا می کارو داشتن، یعنی کاری میکردن که لبخند بر لبان امیرالمومنین باشه و همینطور امیرالمومنین نسبت به حضرت زهرا. بیش از اون چه که شما در وضو گرفتن میگیم یه مقدار بیشتر مقدمه واجب، مرد باید نفقه بده، باید رسیدگی کنه، باید سایه ای باشه، باید حفاظت بکنه از این خانواده، بیش از اونی که وظیفش هست خدمت کنه. زن باید امانتدار خوبی برای مردش باشه، زن باید اطاعت بکنه، زن باید ناراحتی ایجاد نکنه و بیش از اونی که وظیفش هست سعی کنه انجام وظیفه بکنه. اگه اینطور شد سربلند از این ایستگاه قیامت عبور خواهیم کرد ان شاء الله. فکر میکنم جواب شون رو باید گرفته باشن، ولی چون دو سه مدل سوال پرسیدن اجازه بدید یکی دیگرش رو هم بپرسم ازتون. سلام کردند و خسته نباشید و سوال رو اینجوری پرسیدن که میزان رضایت مرد از همسرش چیست؟ به عنوان مثال زن میتواند از پذیرفتن مهمانان همسر خودداری کند در حالی که مرد ناراحت میشود و قهر کند؟ بعد توضیح دادن ما خارج از کشور زندگی میکنیم و با توجه به بالا بودن مخارج در اینجا، زن راضی به پذیرفتن خانواده شوهر برای یک مدت طولانی نیست. آیا این زن مرتکب حرام شده و خدا از او راضی نیست، در صورتی که افراد نیازمند هم نیستند؟ شاید مهمانان منظور شد. ببینید اینجا اگه سوالتون سوال شرعیه، عرض بکنیم که مرد نمیتونه زن رو مجبور بکنه که خدمات خونه رو که یکیش رسیدگی به مهمونهای مرد هست انجام بده. بله میتونه بهش بگه آقا مثلا به جای اینکه اینا برن هتل و در هتل بمونن و اینطور پذیرایی ازشون بشه، حالا کرایه هتلشون رو من دارم پرداخت میکنم تو خونه خودم، اما کرایه پذیرایی شام و صبحانه و نهارشون روزی انقدر میشه، من بهش اینکه به هتل بدم، من تقدیم شما میکنم، شما راضی شون. میتونه زنم بگه که یه مقدار بیشترش کن تا من راضی بشم. این معناش اینه که نمیتونه او رو مجبور بکنه در این خدمات، باید توافق کنن یا بگه من چیزی از تو نمیخوام، فقط امیدوار هستم خدا ازم راضی بشه، امیدوارم ثوابی برای قبر قیامتم بوده باشه، به نتیجه برای رضای خدا این عمل رو انجام بده که قطعا ارزشش بیشتره. بنابراین اگر نه، فقط بحث اجباره، چیزی بهت نمیدم، وظیفتم هست، باید این کار تو خونه انجام بدی، اگر نه با ناراحتی میره بیرون. نه نمیتونه این فشار رو مرد به همسر خودش بیاره و درست نیست که ناراحت بشه. ولی کن از اون طرف نظر اخلاقی گفته شده که سعی کنن و همدیگه تو این جهت توافق کنن، یعنی تا اونجایی که میشه مرد
اگر ممکن هست فشار رو همسرش نیاره تو جهت مهمان، و از اون طرف هم زن تا اونجایی که توانش هست و میتونه و تضییع حقوق خودش، خدای خودش، شوهرش نمیشه، خدمت رو به مهمانهای شوهر انجام بده. به عنوان آخرین سوال پرسیدن که از استاد رفعتی در رابطه با کسی که خودکشی میکنه، آیا خالد توی جهنم هست؟ چه کاری بکنیم که خدا او رو بیامرزه؟ این که بگیم این فرد مورد، ها گفتن این رو هم بگم که این فرد مورد آزارهای زیادی هم بوده، خاصه فاصله او و قطع رابطه او با فرزندانش، و در طول عمر بیماری روانی هم داشته که حالا منجر به این حرکت شده. عرض میکنم حکم شرعیش اینه، یکی از گناهان کبیر است، انسان حق نداره خودش رو از بین ببره. بنابراین کسی که خودکشی بکنه از نظر استحقاق عقوبت مستحق جهنم ابدی هست. این نیست که ما از روایت استفاده میکنیم، مثل کسی که لواط انجام بده، مثل کسی که زنای محسنه انجام بده، مثل کسی که آدم بکشه، این مستحق عقوبت ابدی هست. اما خدا با این بنده چیکار میکنه؟ خدا در اون لحظه حالاتش رو میدونه، ممکنه در حالت اختیار نبوده، اصلا حواسش نبوده، به جهات دیگه استحقاق عقوبت هست، اما خدا عقوبت میکنه یا نمیکنه، عقوبت ابدی انجام، اینو ما نمیتونیم بگیم، خودش و رحمت خودش. اما از نظر گناه این گناه گناهی است که جهنم ابدی میاره و ما طلب استغفارمون موثر هست در او. بله، انسان برای همه بیچاره های این دنیا و اون دنیا دعا کنه اثر داره. خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز، هم کمال تشکر و قدردانی دارم، عذرخواهی هم میکنم به خاطر اینکه دوبار صدای خلاصه غیر از روال برنامه رو شنیدیم. امیدوارم هر جا هستی در پناه حضرت هر باشید. خدا نگهدارتون. یا علمت محفظ باشید.